اینجا سوچی است، شهری در کرانه دریای سیاه، میزبان المپیک زمستانی 2014. از 7 فوریه حدود 5500 ورزشکار از 80 کشور دنیا اینجا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. اما چرا سوچی اینقدر خبرساز شده؟ برای میزبانی این بازی‌ها چقدر هزینه شده؟ و چرا از المپیک سوچی به عنوان یکی از گران‌ترین رویدادهای تاریخ المپیک یاد می‌شود؟ برای این داوطلبان جوان پاسخ روشن است. به نظر من پول اهمیت ندارد. چیزی که مهم است این است که روسیه میخواهد خود را همانند یک کشور مدرن اروپایی نشان دهد و ثابت کند توانایی میزبانی رقابت‌ها را دارد. الان دائم حرف پولی را میزنند که هزینه شده و بعدم خواهند گفت که پول درست هزینه نشد. پدر مادرهای ما درباره المپیک 1980 مسکو به ما اینطوری گفتند. ما هم روایت خودمون را از سوچی برای فرزندانمون خواهیم گفت. یکی از مواردی که بدون شک نسل آینده روسیه درباره آن بحث خواهد کرد این 37 میلیارد یورویی است که برای میزبانی المپیک در سوچی هزینه شده. هزینه‌ای که قابل مقایسه با هزینه میزبانان دوره‌های قبل مثل تورین و ونکوور نیست. حتی پکن و لندن، دو میزبان اخیر المپیک تابستانی که رویداد مهمتری در مقایسه با المپیک زمستانی است، هم اینقدر هزینه نکرده بودند. دیمیتری بابیچ، تحلیلگر سیاسی صدای روسیه، با اشاره به اینکه هر کشوری میزبان المپیک شود در تیررس منتقدان قرار میگیرد میگوید هیچ میزبانی تا به حال نتوانسته مخارج رو با همان بودجه‌ای که ابتدا تعریف کرده ببندد، مثلا لندن یا پکن. روسیه هم از این قاعده مستثنا نیست. با این وجود امیدواریم در طول بازی‌ها وجهه روسیه بهبود پیدا کند. ایمیج روسیه все-таки будет улучшен. بهبود چهره روسیه و در صدر آن ترمیم چهره سیاستمداران و مقاماتی که شایبه فساد آنها زبان زده خاصام است. اپوزیسیون روسیه معتقد است حداقل نصف این بودجه به دلیل فساد و رشوه‌خواری حیف و میل شده و از جاهای دیگری سر درآورده. ولادیمیر کیماوف یکی از فعالان محیط زیست آنجا پیش می‌رود که می‌گوید طبیعت و محیط زیست سوچی هم قربانی این فساد شده. او ساخت و سازهای وسیع غیرقانون را به ما نشان می‌دهد که به زعم او موجب رانش زمین، سقوط ساختمان‌ها و آلودگی آب و خاک این منطقه شده است. از نظر او برای پاکسازی این آسیب‌های محیط زیستی به بودجه معادل یک سوم بودجه این بازی‌ها نیاز است. وضعیت امروز سوچی که در پی آماده سازی برای میزبانی بازی‌ها و ساخت و سازهای بی‌قاعده شاهدش هستیم در واقع آینه تمام نمایی است از کل وضعیت روسیه و نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن. ملغمه ای از مسائل مختلف که در پروژه‌های گوناگونی شاهد آنها هستیم، به ویژه در این دوره از بازی‌های المپیک. آندری مارتینوف یکی از ساکنان سوچی و از جمله 2000 نفری است که ساخت و سازهای المپیک آنها را بی خانمان کرده. خانه او در نتیجه ساخت استادیوم المپیک تخریب شد و او از 3 سال پیش همراه همسرش مجبور شده در این اتاق محقر زندگی کند. فرزندانشان را هم نزد اقوام فرستادند. مورد آندری مورد پیچیده است. مقامات محلی اصرار دارند که سند مالکیت او جعلی است، اما او خود را قربانی فساد حاکم بر بوروکراسی روسیه می‌داند. این سند خانم است و اینها هم تمام مکاتباتی که با دادگاه و مسئولان اداری داشتم. از مسئولان اداری تقاضای کمک هم کردم. نمایندگان کمیسیون آمدن و به جای اینکه به ما کمک کنن اعلام کردن ساخت و ساز ما غیرقانونی بوده. بعد هم از دادگاه نامه آمد که خانه ما را خراب میکنند. وقتی جوان بودم هاکی بازی میکردم و مدال طلا گرفته بودم، اما امروز این هاکی است که همه چیز را از من گرفته. بازی های المپیک موجب بدبختی من شده و خانواده من را به یک خانواده محتاج و بی سرپناه تبدیل کرده. اما قوانین ضد همجنسگرایی روسیه بیش از هر موضوع حقوق بشری دیگر حساسیت جامعه بین‌الملل را برانگیخته و نگرانی سازمان‌های حقوق بشری را در مورد سرکوب همجنسگرایان در روسیه به دنبال داشته است. در همین راستا برخی از سران کشورهای غربی از جمله آمریکا به نشانه اعتراض تصمیم گرفتند در افتتاحیه این بازی‌ها شرکت نکنند. ولی تحریم مراسم افتتاحیه به نظر این فعال حقوق بشر راه درستی نیست. او میگوید برای ساخت امکانات میزبانی 70,000 کارگر خارجی مورد سوء استفاده قرار گرفتند.
به نظر من کشورهای اروپایی و آمریکا باید به مسئله حقوق بشر در روسیه توجه ویژه‌ای داشته باشند. میدانم که خیلی از آنها مراسم افتتاحیه سوچی را تحریم کردند که به نظرم تصمیم درستی نیست، برای اینکه آنها میتوانستند با استفاده از این فرصت توجه جهانیان را به نقض حقوق بشر در روسیه جلب کنند و مسئولان این کشور را مجبور به احترام گذاشتن به اصول حقوق بشر کنند. این نایت کلاب توجه رسانه‌های زیادی را به خود جلب کرده. تنها مکانی در سوچی که همجنسگرایان می توانند انرژی خود را در آن تخلیه کنند. به زعم صاحب این نایت کلاب اینجا آن روی سکه در سوچی است. تاریخچه آن به مدت‌ها قبل و زمان شوروی سابق برمی‌گردد. او معتقد است میزبانی المپیک موجب خواهد شد سوچی راحت‌تر بتواند در آینده از غربی‌ها پذیرایی کند. توریست ها فارغ از طرز تفکر و گرایششان سودآورند. مثلا اگر یکی از ساکنان سوچی بخواهد آپارتمانش رو به دو مرد کرایه بدهد، هیچ وقت از آنها نمیپرسد که همجنسگرا هستن یا نه. او فقط میخواهد آپارتمانش رو کرایه بدهد. برای همین فکر میکنم بعد از بازی های المپیک این نکته مثبت اینجا ماندگار خواهد شد، درست مثل اتفاقی که در مسکو بعد از میزبانی المپیک 1980 افتاد. ورزش باید ورزش باشد و سیاست هم سیاست. نباید این دو را با هم مخلوط کرد. به المپیک پکن نگاه کنیم. چین هم نسبت به همجنسگرایان جامعه بازی محسوب نمی شود. ولی هیچ وقت حساسیتی که امروز در مورد سوچی به وجود آمده آن موقع به وجود نیامد. به نظرم الان روی نکته درستی تمرکز نشد. ورزشکاران همه کشورها باید در وهله اول به دنبال قهرمانی باشند. ما هم باید در پی کسب نتیجه خوبی باشیم، با هم دوست باشیم و همدیگر رو بهتر بشناسیم. اما تفکیک ورزش از سیاست همیشه کار آسانی نیست، به ویژه وقتی پای ولادیمیر پوتین به میان میآید. رئیس جمهوری روسیه با افزایش فشار بر دگراندیشان، نوکر بیگانگان خطاب کردن آنها و ماشین تبلیغاتی و قوانین ضد همجنسگرایان سوچی را صحنه نمایش دادن روسیه نوین به جهانیان کرده. من فکر می‌کنم که زاپاد نیمگو پریویلیچوه تیخ واژنش для پوتینا. به نظرم غرب در مورد اهمیت پوتین اقرار میکند. برای اینکه میزبانی المپیک برای روسیه است که اهمیت دارد. این اولین بار است که روسیه به عنوان یک کشور مستقل میزبان شده. در سال 1980 و در زمان شوروی سابق که المپیک تابستانی در مسکو برگزار شد، میزبانی یک موفقیت بزرگ به نظر آمد. امروز هم برای روسیه چنین است و نشان میدهد که این کشور در وضعیت خوبی به سر میبرد و توانایی میزبانی چنین رویداد بزرگی را دارد. более или менее здорова. Она способна проводить крупные мероприятия. با نزدیک شدن به مراسم افتتاحیه، حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی هم به اوج خود نزدیک می‌شوند. گفته می‌شود نزدیک 300 هزار بلیت این بازی‌ها هنوز فروش نرفته. توریست‌های بالقوه نگران مسائل امنیتی‌اند و از هزینه بالای سفر به سوچی و اقامت در این شهر می‌نالند.